سلام دوستان راشل هستم آسترولوژر شما پای آسترولوژی نوین در ایران میخوام براتون در مورد هوروسکوپ هفته دوم جون 2022 صحبت کنم اگر مایل ما پیگیری مطالب پیج هوروسکوپ فارسی هستید صفحه اوریژینال هوروسکوپ فارسی رو در فیسبوک تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید امروز ششم جون 2022 و, و, و خورشید در 15 درجه نشان دو دوقلوه. میدونم دو قلوها میگن چرا تبریک نگذاشتی راستش منتظرم مرکوری بیاد توی نشان شما و در حالت حرکت مستقیم چون میدونم که مرکوری سیاره حاکم بر شما خیلی تحت فشار بوده و این فشار روی دوقلوها و آکواریوس ها و خوشه ها خیلی زیاد احساس شده بنابراین من میخوام که مرکوری در حال حرکت مستقیم وارد نشان شما یعنی خونه خودش بشه و بعد با هم دیگه کنیم در مورد تولدتون یه ذره با هم دیگه حال کنیم جشن بگیریم به خاطر اینکه فشار روی مرکوری خیلی زیاده و حال و هوای تولد نیست فشار روی مرکوری از طرف سترن خیلی زیاد اعمال شده و مطمئنا دو قلوها انرژی سوء تفاهم ها و عدم تمرکز تفکری و عدم برنامه ریزی و عدم تمرکز استراتژی ها رو بیشتر از همه احساس کردن اینه که کارها پیش نمیره کارها متوقف شده ممکنه که هر کس این رو احساس کرده باشه اما برای مرکوری و آکواریوس این انرژی زیادتر از بقیه است به خاطر اینکه از طرف دیگه نه تنها مرکوری حرکت برگشتی داشته که سوم جون مستقیم شده از طرف دیگه سترن در پنجم جون حرکت برگشتیش رو شروع کرده یعنی اینکه سترن پنجم چهارم و همینطور امروز در حال سکونه فشار سترن خیلی زیاده حالا به خصوص برای نشانهای فیکس و به خصوص برای یه سری آدم مثل من که تو این درجات سیاره دارن بنابراین اگر که اگر که شما هم در حال دریافت این فشار سوء تفاهمی عدم یعنی عدم تبادل اطلاعات درست میبینید که نمیدونید برنامه ها به چه صورت اطلاعات درست در دسترس نیست کاغذبازی ها به تعویق افتاده و اینکه یک سری مرور داره روی گذشته دو سه هفته پیش اتفاق میافته بدونید که پیام مهمی در راهه ما بعد از ماه گرفتگی اغرب در حقیقت از اون انرژی خورشید گرفتگی تارس یک مقدار خارج شدیم خورشید گرفتگی تارس انرژی بسیار مثبت و ارتقا دهنده ای بود برای اینکه ما بریم به سمت زندگی سبز بریم به سمت باغ بهشت به سمت ارتعاش بالاتر به سمت زندگی ماه گرفتگی اغرب اومد وسط این زد و یک سری از داستان ها و ترس های گذشته رو ریخت بیرون گفتم که ترس از اعتماد و عدم اعتماد یا اینکه شراکت ها ما چی رو داریم با کی به شراکت میگذاریم چقدر با دیگران به اشتراک میگذاریم پولمون رو انرژیمون رو وقتمون رو عشقمون رو محبتمون رو و رخت خوابمون رو جسممون رو همه رو ریخت وسط این انرژی ماه گرفتگی اغرب درسته که در ماه در ماه نو بعدش یعنی نشان دو قلو که ماه نو داشتیم درسته که در حقیقت میشکنه انرژی اون ماه گرفتگی رو اما تاثیرش هنوز هست به اضافه اینکه سترن هم چون روی ایستگاه حرکت برگشتیه ما این درس های حد و مرز گذاری و یاد گرفتن اینکه چقدر باید با دیگران صمیمی بشیم و چه... کجا باید محدودیت بگذاریم رو همچنان داریم اینکه که کجا باید محدودیت بگذاریم درس بزرگ سترنه که خیلی سخته برای اینکه برای اینکه خیلی از ما خیلی وقتها در اثر ضربه هایی که از دیگران خوردیم ترجیح دادیم که ببندیم اصلا حد و مرز هامون رو و بعد یونیورس وقتی که انرژی ها داره ارتقا میده میگه که اینها رو باید بتونی باز بکنی و از پیله در بیای اما باز همین که در چه حدی از پیله در بیای و با چه کسانی در چه ارتعاشی اینها باز میشه درس هایی که ما الان داریم از سطرن در آکواریوس میگیریم ما در چه ارتعاشی هستیم اطرافیان در چه ارتعاشی هستند و آیا ما در میان آدم هایی که ناآگاهن در خواب هستند ما چطور میتونیم اون تمرکز خودمون رو روی هویت خودمون روی هدف خودمون روی انرژی خودمون روی ارتعاش خودمون چطور میتونیم حفظ بکنیم و از اونها تحت تاثیر قرار نگیریم این چیزهایی که الان داره پیش میاد و سترن دقیقا داره میگه که تا چه حد داری مرزهات رو باز میذاری این رو باید دقت بکنی تا چه حد تو دهنده هستی تا چه حد گیرنده هستی تا چه حد برای خانواده برای آدم ها از خودت مایه میگذاری و تا چه حد اونها متقابلا این کارو میکنن اینها درس هایی که الان ما داریم میگیریم حد و حدود ها و درس های آسانی نیست با توجه به اینکه مرکوری در زاویه سخت قرار گرفته فشار روی رابطه و ارتباطات ما با دیگران زیاده فشار روی فهمیدن ما درک ما از همدیگه زیاده و خیلی راحت ما نمیتونیم همدیگه درک کنیم کلمات بار کافی ندارن کلمات باری ندارن یعنی بار کافی برای توضیح حقیقت ندارن حالا موضوع حقیقت چیه حقیقت جوپیتری که در نشان قوچه و مارسی که در نشان قوچ برای حقیقت شمشیر میزنه جوپیتر در نشان قوچ و بعد از این ما ماه کامل رو داریم در نشان کماندار که چهارده جون اتفاق میفته و سیاره حاکم بر اون جوپیتره توجه بکنید که چقدر تمرکز شما روی موضوع حقیقته شاید در سه روز گذشته من ده بار گفتم توی شرایطی پیش اومده که گفتم من برای حقیقت شمشیر میزنم من برای حقیقت از هر چیزی میگذرم من برای حقیقت از خودم گذشتم من برای حقیقت از, از فرزندم گذشتم یعنی اتفاقاتی افتاده که من این حرفها رو زدم نه اینکه همجوری علکی بیام بگم یعنی موضوع حقیقت موضوعیه که مطرحه اینی که حقیقت چیه و آیا ما چشممون رو روی حقیقت میبندیم یا حقیقت رو میبینیم و به سمت حقیقت حرکت میکنیم هرچند که به نفع ظاهری برای ما نباشه ممکنه که ما چیزی رو از دست بدیم ممکنه که ما آرامش و راحتی ظاهری که توش خودمون رو حبس کردیم از دست بدیم و مجبور بشیم از منطقه امنمون بیرون بزنیم برای اینکه حقیقت برامون ارزش پیدا میکنه و موضوع ارزش چرا الان مطرحه به خاطر اینکه ونوس وارد نشان تارس شده در خونه خودش و ونوس در نشان تارس دقیقا موضوع مزنه معیار و ارزش هاست چه چیزی برای من ارزشمنده از زندگی چی میخوام از خودم چی میخوام آیا شایستگی داشتن چیزهایی رو که براشون ارزش قائل هستم دارم یا ندارم آیا به خاطر بقیه از اون چیزی که برام ارزشمنده میگذرم و کوتاه میام یا نمیگذرم اولویت های من یا اولویت های دیگران برام مهمه و ارزش من چقدره ما روی چه کسی داریم سرمایه گذاری میکنیم روی خودمون یا دیگران روی ارزشمندی و اعتماد به نفس خودمون و حرمت به خودمون یا اینکه حرمت خودمون رو نادیده میگیریم یک موضوع دیگه که الان خیلی داره مطرح میشه احترامه اینی که اگر من مهم هستم ارزش دارم در جایی آیا احترام دارم یا ندارم آیا خودم به خودم احترام میگذارم یا خودم احترام خودم رو نادیده گرفتم و دارم از وجود خودم نشت میدم این احترام رو یعنی در حقیقت اگر که من این سلف ریسپکت یا خود احترام گذاشتن رو داشته باشم من میتونم این تأثیر مثبت رو بذارم روی دیگران آدم هایی که تو زندگی من هستن در حقیقت حد دو حدود احترامی براشون مشخص بشه و همینطور این احترام گذاشتن من به خودم و سرمایه گذاری من روی خودم باعث میشه که من بتونم برای خودم یعنی برکت داشته باشم برکت ایجاد بکنم فراوانی ایجاد بکنم بنابراین این یک اتفاق خیلی جالبیه که داره میفته و خیلی هم سنگینه اینه که من به خاطر چه چیزی و چه کسی دارم کاری میکنم قدمی برمیدارم که احترامم داره شکسته میشه ونوس داره حرکت میکنه به سمت اورانوس و یازدهم و دوازدهم جون ما این انرژی رو احساس میکنیم که دقیقاً از چه چیزی ما کنده میشیم برای اینکه ارتعاش اون احترام و ارزشمندیمون رو بالاتر ببریم چون دقیقا همزمان با این انرژی ماه در نشان اغرب هست در پیوند با نود جنوبی و مطمئنا ماه در نشان اغرب در پیوند با نود جنوبی در اغرب یک سری از اتصالهای های ما گیر، گیرهای ما رو مواردی که در ارزشمندی ها و شراکت هامون ما گیر داریم اینها رو در حقیقت اون ماه در اغرب و نود جنوبی در پیوندش هست اینها حل میکنن یعنی محلولش میکنن یعنی رفعش میکنن و وقتی که ونوس با اورانوس دیدار میکنه این برای هر کس میتونه یک جوری تجربه بشه یا یعنی 11 و 12 جون میتونه رابطه باشه که ناگهان به یک مرحله نزدیکتر و صمیمیتر میرسه یا اینکه رابطه باشه که ناگهان گسسته میشه یا ارتباط مالی باشه که ناگهان گسسته میشه یا معیار و ارزشی باشه که ناگهان یا ارتقاش میدیم یا از اونی که در لول پایین تر هست گسسته میشه ممکنه هر کسی یک جوری درکش بکنه و ممکنه برای همه ناخوشایند یا خوشایند نباشه یعنی ممکنه که برای یه نفر خوشایند باشه سورپرایز باشه و برای یک نفر ممکنه که شوک دهنده باشه به هر حال چیزی که من از اورانوس میشناسم اینه که اگر چیزی رو دچار اختلال میکنه و ما رو از اون فاصله میده چون اورانوس مستقله و اگر ما رو از اون فاصله میده مستقل عمل میکنه برای اینه که ما از مسیری یعنی در یک مسیری هستیم که نباید باشیم و اون ما رو میکشونه توی اون شرایط اگر که در یازدهم و دوازدهم جون از نظر پول از نظر رابطه با دیگران دوستان رابطه های عاطفی شرایط معیاری ارزشی پولی و اینجور چیزها اگر که تغییرات ناگهانی دریافت کردید اگر که مثبت بود به فکر خودتون یعنی خوشایند بود یا ناخوشایند بود تا به نظر شما منفی بود اینها رو بدونید که همه مثبت در نهایت یعنی ممکنه که ظاهرا هم خوشایند نباشه شوک بشه ممکنه ول، ولی به هر حال یک چیزیه که اون خود برتر ما آگاهی برتر ما از اون خبر داره و داره ما رو میاره روی ریل اصلی داره ما رو میکنه از اون چیزی که ارزشمندیش در حد ارتعاش ما نیست و ممکنم هست که ناگهان یک الکتریستی بزنه و یک رابطه ناگهان به وجود بیاد یک تصمیم پولی ناگهان گرفته بشه همه اینها هست اما حالا ببینید که برای هر کدوم به چه ترتیب اول میکنه. اما با وضعیتی که الان ونوس در تارس داره و من به شدت دارم این موضوع ارزشگذاری درونی و سرمایه گذاری رو سرمایه گذاری درونی من رو خودم دارم سرمایه گذاری کنم یا دیگران من روی خودم حساب کنم یا روی دیگران آیا من به خاطر نظر و خوشایند دیگران حاضرم سرمایه گذاری عشقی و مادی روی چیزی بکنم که آهنه طلا نیست و من اون رو طلا میبینم اینها چیزهایی که الان داره اتفاق میافته و اورانوس ناگهان به ما آگاهیش رو میده و یک اتفاق ناگهانی ممکنه در موردش بیفته پس موضوعی که دارم میگم براتون همه اینها به همدیگه پیوسته است ما مرکوری رو داشتیم که در سوم جون مستقیم شد در پیوند با ستاره ثابت القول که در حقیقتی که از ستاره های تاریک قدرتمند قدرتیه و ممکنه که یک نفر کاری بکنه که واقعا سرش رو از دست بده در نتیجه اون یا اینکه یک خبری بیاد که سقوط مثلا آدم های بزرگ یا سقوط حکومت دولت یا مرگ آدم های بزرگ خبر خبرهاش اومده باشه ولی چیزی که به نظر من مرکوری در این حرکت برگشتی برای ما داره پیام میاره یک پیامی هست که در نتیجه انرژی های سریع و تند و تیز ماه اپریل اون پیام مخدوش شد برای ما یعنی پیامی از عالم ملکوت پیامی از خداوند پیامی از عالم برتر برای ما داره میرسه که قبلا دیده نشده اون پیام یعنی یعنی ما در سرعتی که داشتیم حرکت می کردیم یک چیزی رو نگرفتیم درست و مرکوری که برگشت با سطح در زاویه نوت شده و هر چیزی الان در کندی و تأخیر و استرس و فشار و فشار قانونی و اینها داره اتفاق میفته و چیزی حرکت نمیکنه یعنی حرکت نکرده اینها به خاطر اینه که یک پیامی باید دریافت بشه که این پیام بسیار عمیقه چون مرکوری در این موقعیت سه بار با پلوتو دیدار کرد یکیش در آخر ماه اپریل بود یکیش همین چند وقت پیش بود در حال حرکت برگشتی و دوباره با پلوتو صحبت میکنه دقیقا دقیقا در یازدهم جون یعنی قبل از اینکه ونوس با اورانوس پیوند بخوره اتفاقی که داره در لایه تارس چارت ما میفته هنوز زیاده یعنی به نظر من اتفاقات لایه تارس چارت الان قدرتشون خیلیه و لایه قوچ چارت داره به ما امید میده داره به ما آتش درون میده تا حرکت هایی بکنیم برای اینکه بتونیم مسائل لایه تارس چارتمون رو فیکس بکنیم مثلا فرض کنید که مثلا برای آکواریوس برای خود من این شرایط داره اتفاق میفته توی خونه سه مارس و جوپیتر در خونه سه است فکر فکرهایی که زیاد داره اتفاق میفته آرامش شب و روز نیست صحبتهای درونی و صحبتهای بیرونی ارتباطاتیه که خیلی وقتها ممکنه که شکل اتمام حجت بگیره چون مارس و جوپیتر هستن شکل اتمام حجت با قدرت بگیره چرا به خاطر اینکه لازم مسائل مربوط به خونه و خونه خانواده مثلا تثبیت بشه از یک وضعیت نامتعادل و غیر بالانس در بیاد و به یک وضعیت مشخص و شفاف برسه پس نگاه بکنید ببینید که مارس و جوپیتر در کجای چارت شما در گوچ اینا رو اگر هوروسکوپ های 2022 داشته باشید متوجه میشید این مارس و جوپیتر در قوج تاثیر میذارن روی انگیزه و انرژی که به شما میدن تا خود اوریجینالتون باشید خود حقیقیتون باشید و از حقیقت چشم پوشی نکنید و این خود حقیقی که جرأت دا پیدا میکنه با جربوزه و شجاعت باعث میشه که در مورد لایه تارس چارت توی هچل نیفته یعنی کاری رو نکنه که در معیار و ارزشش نیست در ارتعاشش نیست در اولویتش نیست این رو دقت بکنید خودتون ببینید که به چه ترتیب میشه براتون میتونید هم از قسمت رایزینگ حساب بکنید میتونید هم از قسمت خورشیدی حساب بکنید اما هفتم جون خورشید و ماه در زاویه سختی با هم قرار میگیرن این خیلی مهمه چون که الان که در براتون حرف میزنم ماه اومده توی خوشه الان ماه در سه درجه خوش است خورشید در نشان دو قلوه و سیاره حاکم بر هر دو اینها مرکوریه و مرکوری هم که ماشاءالله الان توی یک فاز دراماتیک بوده تحت فشار از طرف سترن هست و حالا داره میره به سمت پولوتو که با پولوتو صحبت کنه گفتم در 11 جون صحبت داره با پولوتو صحبت های بسیار عمیق از مسائلی که از آخر ایپریل داره صحبت میشه و به نظر من این صحبت با پولوتو خیلی چیزها رو شفاف قطعی و تموم میکنه و بعد از اون مرکوری در سیزدهم جون وارد خونه خودش نشان دو قلو میشه و این خیلی خوبه چون سوی تفاهم ها و عدم درک متقابل ارتباطی هایی که ایجاد شده رو کمک میکنه که حل بشه و سازگاری ما با شرایط، سازگاری ما با محیط و انعطاف پذیری در ارتباطات دوباره شکل میگیره چون مرکوری در نشان تارس انعطاف پذیر نیست دیوانه کننده است لجبازی تارس روی مرکوری سرسختی تارس برای مرکوری حرف هایی که عوض نمیشه تغییر نمیکنه فقط به خاطر لجبازی اما مرکوری وقتی بیاد توی نشان دو قلو این انعطاف ات... پذیری شکل میگیره بنابراین ما در حقیقت میشه گفت از 11 جون اتفاقات خیلی مهمی شروع کنه شکل گرفتن شاید از دهم جون به هر حال از هفت جون که ماه در نشان خوشه است این تمیزکاری ها شروع میشه چون خورشید در زاویه سخت قرار میگیره با با ماه و تمیزکاری های جزئیاتی که دیده نشده در هفته های گذشته حرف هایی که زده نشده زده میشه جزئیاتی که دیده نشده دیده میشه ارتباطات پرتنش میشه ولی باید بشه یعنی باید مطرح بشه و گفته بشه آنالیزهای های آنالیز های, آنالیز های عملی اتفاق میفته نه فقط هوایی خوشه آنالیزی میکنه که قابل اجرا باشه آنالیز های شدنی یعنی یه چیزی عملی باشه، شدنی باشه، منطقی باشه، ملموس باشه چون هم نشان دوقلو و هم نشان خوشه نشانهای منطقی هستن بنابراین اتفاقات، ارتباطات، رنگ منطقی و آنالیزهای فکری حقیقی به خودشون میگیرن و صحبتها با جزئیات و مو از ماست کشیده میشه بیرون اون چیزهایی که جا افتاده بود تا اینها تمیز بشه تا اینها پاکسازی بشه تا اینها دیده بشه مشخص بشه حساب کتاب ها مشخص بشه اعداد و ارقام میاد وسط با اعداد و ارقام آدم صحبت میکنه با دلیل و مدرک آدم صحبت میکنه وقتی که در اینجا قرار میگیرن اینها از هفتم جون و به نظر من این میشه آغاز اون اتفاقاتی که میره تا از دهم ده یا یازدهم ده جون دیگه قطعی بشه چون دلیل و مدرک و منطق وقتی که میاد وسط اعداد و ارقام محاسبات بعد ما راحت تر میتونیم تصمیم بگیریم اگرچه که دوازده جون ممکنه که اتفاق بیفته که غیر منتظره و غیر قابل پیش بینی باشه چه برای ما چه از طرف دیگران به ما چه از طرف ما به دیگران ممکنه که غیر قابل پیش بینی باشه حالا صرفا خوب یا بدش رو مشخص نمیکنه خوشایند یا ناخوشایندش مشخص نمیشه چیزی که مهمه اینه که حتی اگر ناخوشایند باشه اورانوس آگاهی برتر چیزی میدونه که ما نمیدونیم آگاهی الهیه و بهتره که بهش اعتماد کنیم و باهاش نجنگیم چون خود برتر ما داره در فراتر از زمان و مکان میبینه و اون آگاهی رو دریافت میکنه چهاردهم جون ماه کامل در نشان کمان داره نشان کماندار سیاره حاکم بر اون جوپیتر جوپیتر هم سیاره حقیقت گفتم حقیقت نقش مهمی داره در اتفاقات و تصمیم هایی که الان داره گرفته میشه و حقیقت باید دیده بشه و حقیقت باید مهم یعنی از اهمیت برخوردار باشه اما انرژی سترن برگشتی الان خیلی زیاد برای ما داره احساس میشه و این سترن برگشتی علاوه بر اینکه به ما میگه که چقدر حد و حدود بذار با دیگران چقدر به اشتراک بذار خودت رو با دیگران چقدر براشون از خودت مایه بذار این ادامه پیدا میکنید تا اکتبر این درسی که ما داریم و در هر جایی که سترن هست در چارتتون این وضع هست به اضافه اینکه که سترن داره میگه که سترن به خصوص در آکواریوس چون آکواریوس نشان مستقلیه نشان مردانه مستقل و سرد عمل میکنه آکواریوس انرژی جمع رو میپذیره اما انفرادی عمل میکنه و اینجا دقیقا سترن میخواد بگه که کنترل اوضاع و یعنی کنترل یعنی یعنی کی کفیل توه خودت کفیل توی یا بقیه برای تصمیم میگیرن کی تصمیم میگیره این رو ما تجربه میکنیم شدیدن در این وضعیتی الان هستیم که آیا من قدرتم رو همش رو دادم به بقیه یا اینکه دارم این در خودم پیدا می کنم به خصوص که مارس و جوپیتر با هم در نشان قوچ هستن به نظر من این داره از نو در ما فوران میکنه برای خود من که این اتفاق افتاد که انرژی هایی که کمی سست بود حالا قدرت گرفته و مهم اینه که ما اون کاری رو که باید انجام بدیم اون حرفی رو که باید بزنیم شاید خیلی در این وضعیت انرژی ها به نتیجهش نمیشه فکر کرد ولی وقتی بدونیم که در مسیر حقیقت هستیم دیگه نگران نتیجهش نیستیم دیگه نگران از دست دادن نیستیم اگر به این دیدگاه رسیده باشیم که من در مسیر حقیقت هستم و حقیقت مهمترین چیزیه که وجود داره و حقیقت بر اساس اصل حقیقی هویت موجود خودم هست من نه نقش میتونم بازی بکنم این انرژی انرژی نقش بازی کردن نیست این انرژی انرژی سیاست داشتن نیست اینجا انرژی قوش سیاست نداره این انرژی انرژی خود خالصمونه خود نابمونه و من همون خود نابم هستم چطور خوشت بیاد چطور بدت بیاد چه بقیه خوششون بیاد چه بقیه بدشون بیاد من همینم و برای اون حقیقت وجودی خودم می ایستم. چی برام اولویت چی برام ارزشمنده این رو هر کس باید در خودش پیدا بکنه چون که همه قدرت در نشون این هم نیست و همه حاضر نیستن برای حقیقت از از اون منطقه به ظاهر امنشون بیرون بزنن و همه حاضر نیستن نتیجهش رو بپذیرن و من ماسک به چهرم نمیزنم اما یکی هست که میپذیره که ماسک به چهرش بزنه بنابراین این رو باید خودتون در خودتون پیدا بکنید آیا شما آماده هستید که برای عدالت آزادی و حقیقت به جنگید؟ این انرژی مارس و جوپیتره حقیقت آزادی و عدالت و این حتما در یک جامعه نیست میتونه هم باشه چون ما میبینیم که جوپیتر در قوچ خیلی ها رو بیدار میکنه و حرکت ها و موج های اعتراضی و خشونت، ناراحتی، عصبانیت اینها داره بیرون میریزه در جوامع اما حقیقت اینه که ما در درون خودمون چی در زندگی فردی خودمون چی اتفاقاتی داره میفته در اطراف من که دارم به عینه میبینم که این موضوع تست میشه چه برای من چه برای دیگران طرف مقابل من آیا برای عدالت میستی؟ آیا برای حقیقت میستی یا چشمت رو به حقیقت میبندی؟ برای اینکه زندگیت فکر میکنی آب از آب توش تکون نخوره آیا خودت رو اول آزاد می کنی از بندهای ترسی که تو رو در زندانهای تاریک روح خودت اسیر کرده و اجازه تغییر به خودت نمیده اما بعد میگی که مثلا چرا جامعه تغییر نمیکنه یا اینکه من به دنبال اینم که در جامعه انقلاب بکنم اما اون انقلاب فردی و درونی در خود ما هنوز شکل نگرفته این مارس و جوپیتر اینو بیدار کرده آیا من آمادم که این انقلاب درونی داشته باشم آیا من آمادم که برای عدالت و حقیقت و آزادی حتی در خانواده خودم حرکت درستی رو انجام بدم یا نه خب من فکر کنم بیشتر توضیحات رو دادم به هر حال این هفته انرژی ها به این ترتیبه و ما اگر که بتونیم اینها رو بپذیریم که تو یعنی توی چیزهای نمونیم که تاریکی حساب میشه سایه حساب میشه برای ما و اون چیزی که میگم حقیقت در حقیقت نور مطلقه به خصوص که ما داریم به سمت ماه کامل نشان کماندار هم میریم بنابراین ما در این مرحله هستیم به نظر من مهمترین چیزی که هست اینه چون انرژی آکواریوس با وجود سترن در آکواریوس که الان در سکون هست تشدید شده و آکواریوس هم نشان صداقت و آزادیه و خودش رو از بندها آزاد میکنه و برای به دست آوردن چه چیزی ما چه چیزی رو حاضریم قربانی کنیم در خودمون چه بعدی از وجود خودمون حقیقت و صداقتش رو قربانی میکنیم یا نه برامون اولویت مهمه می برای اون و مهم نیستش که چه چیزی به دست میاریم یا چه چیزی از دست میدیم مهم اینه که حقیقت آزادی و عدالت اولویت اصلی ما باشه در انتخاب نوع عملمون ما مارس نه مرکوری و سترن در این زاویه سخت ممکنه که من اینا رو خبر ندارم ممکنه که سانسور کردن و فشار روی سوشیال مدیا اخبار اینها بیشتر شده باشه ممکنه که فشار روی اینترنت زیاد شده باشه ممکنه محدود شدن اینترنت ممکنه حک شدن اتفاق افتاده باشه اینها هنوزم احتمالش هست تا مرکوری بره کم کم از ساترن فاصله بگیره من میتونم بگم مرکوری دیگه در مثلا دهم ده جون میتونیم بگیم که از ساترن یکم فاصله میگیره یازده جون که با پلوتو صحبت میکنه و نگاه بکنید ببینید یازده جون خیلی مهمه به خصوص روی مسائلی که در گذشته از اپریل از اواخر اپریل شروع شده صحبت های مهم برای مسائل معامله پول اینها اتفاقاتی اگر که پول از دست رفته میتونید صحبت بکنید اگر که فکر میکنید معامله انجام دادید که خوب نبوده الان میتونید صحبت بکنید و انرژی پولوتو کمک بکنه تا شما اون رو شفاف بکنید اون رو یعنی آشکار بکنید هر چیزی که توش هست بریزه بیرون خودش رو نشون بده چون پلوتو مفتشه و زمان خیلی خوبیه تا اون چیزهایی که مخفی بوده پنهان بوده ابعاد و جزئیاتی که دیده نشده دیده بشه در هلوش همون 11 و 12 جون و بعد از اونم بر اساس اون چیزی که معیار ارزشی ماست در 12 جون بعد ببینیم که اورانوس چطور سائقه میزنه چه سورپرایزی برامون داره و بعد از اون هم که گفتم سیزده هم مرکوری میاد توی نشان دو قلو و میتونیم یک نفس راحت واقعا از نظر مسائل مربوط به مرکوری بکشیم به خصوص که وقتی که مرکوری میاد توی نشان دو قلو ونوس هم توی نشان تارسه و مارس هم در نشان قوچه و این کم پیش میاد که سه تا سیاره شخصی ما در خونه های خودشون باشن و این موضوع دقیقا باعث میشه که یعنی هر کدوم از نا بهترین کیفیت خودشون رو داشته باشن من تو هروسکوپ های سالانه هم گفتم در تاریخ هایی که یعنی از 13 همه جون مرکوری توی خونه خودشه ونوس توی خونه خودشه مارس توی خونه خودشه تا 23 جون که ونوس وارد نشان دو قلو میشه و البته اون موقع هنوز مرکوری در دو قلوه مارس هم هنوز در قوشه ولی به هر حال ونوس از خونه خودش خارج میشه بنابراین از 13 تا 23 جون ما بهترین کیفیت ونوس، مرکوری و مارس رو داریم از نظر انگیزه، اراده، شور حرکت، از نظر ارزشمندی و سرمایه گذاری روی شایستگی های خودمون، توانایی ها و استعدادها و باور درونی خودمون ما میتونیم به اوج برسیم و مرکوری هم در دو قلو کمک میکنه تا ارتباطاتمون و این اطاف پذیری ما در سازگاری با محیط و با دیگران و جمعوری اطلاعات اینها و همینطور سفرها سر گرفتن مسائل مربوط به سفرها مربوط به کارهای کاغذبازی و مدارک و اینها شکل بگیره بنابراین میتونید از این انرژی به خوبی استفاده بکنید و علاوه بر اون 15 جون هم ونوس با نود شمالی پیوند میخوره من فکر میکنم پیوند ونوس با اورانوس و پیوند ونوس با نود شمالی در نشان تارس از نظر پیشرفت های تکنولوژی و دیجیتالی نقش خیلی مهمی رو بازی میکنن و در مورد کریپتوکارنسی ها هم باید ببینیم که من فکر میکنم این باید باعث باعث ارتقاء نرخ و ارزش کریپتوکارنسی ها بیت کوین بشه. پیوند ونوس و اورانوس و پیوند ونوس و نود شمالی در نیمه جون باعث بشه که یک تغییر مثبتی در مسئله دیجیتال دی 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 و ارزشمندی های دیجیتالی ایجاد بشه. خب انرژی های این هفته در همین حد و یه چیزی که مهمه اینه که همین ها باعث میشن که ما در ماه جون، به یک تصمیم قطعی در مورد یک موضوعی میرسیم و این خیلی مهمه که در ماه جون این شفافسازی اتفاق می‌افته و به نظر من قرارگیری ونوس، مارس و مرکوری در خونه خودشون باعث میشه که در همون 13 تا 23 این حالت شکل بگیره که ما به آگاهی مهم و تصمیم مهمی در ماه جون برسیم. خب دوستان عزیز امیدوارم که صحبت هم کمک بکنه تا بتونید از این انرژی ها بهترین استفاده رو ببرید بارزی موفقیت برای تک تک شما تا ویدیو بعدی خدا نگهدار لوهنا و مالاهنا